پایین کشیدن تابلو سفارت آخوندی در پاریس توسط جوانان کرد در یک اقدام اعتراضی علیه اعدام‌های جنایتکارانه زندانیان سیاسی کرد. همزمان با حضور جواد ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی در فرانسه و موج اعتراضات علیه پذیرفتن نماینده این رژیم ضد بشری در یونسکو، جوانان کرد در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد و موج اعدام‌های وحشیانه در ایران، سفارت رژیم آخوندی در پاریس را مورد حمله قرار دادند و تابلو آن را پایین کشیدند. به گزارش رسانه‌های خبری در این اقدام اعتراضی، معترضان نام سه زندانی سیاسی کرد اعدام شده به دست جلادان خامنه‌ای را بر روی دیوار و در ورودی سفارت رژیم نوشتند. دادستان دشخیم رژیم آخوندی در زابل توسط فرزندان غیور مردم سیستان و بلوچستان کیفر یافت. رسانه های حکومت آخوندی صبح امروز 15 آبان 92 از هلاکت دادستان دشخیم خامنه‌ای در زابل به دست فرزندان غیور مردم استان سیستان و بلوچستان خبر دادند و اعلام کردند که دشخیم موسی نوری هنگام رفتن به محل کارش توسط افراد مسلح هدف قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. مقامات قضایی خوناشام آخوندی از جمله آخوند جلاد ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری حکومت آخوندی در استان سیستان و بلوچستان در رسانه‌های رژیم اعلام کردند صبح امروز یک خودروی پژو با دو سرنشین در کنار ماشین دادستان زابل متوقف شد و این دو نفر که مسلح بودند از داخل خودرو موسی نوری را به رگبار بستند. شایان یادآوری است که 10 روز پیش دشخیمان قضایه خونخوار خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان سرگاه روز 4 آبان 16 زندانی سیاسی را در انتقام جویی از هلاکت پاسداران رژیم ولایت فقیه به دستور خامنه‌ای به طور جمعی در زاهدان بدار آویختند تا جو رعب و وحشت را در این استان حاکم کنند. اقدامی به غایت جنایتکارانه و وحشیانه علیه هموطنان به سطوح آمده ما در استان سیستان و بلوچستان ایران که با هر معیاری جنایت علیه بشریت محسوب می شود و در سطح بین المللی محکوم شد.